تظاهرات برهاسا وقتی امکان تظاهرات یا تجمع بزرگ برای اعتراض موجود نیست استفاده از تاکتیک تظاهرات برغاسا که توسط گروه اندکی می انجام شود بسیار مؤثر است در مورد این تاکتیک می توان این نکات را در نظر گرفت اصل در این تاکتیک بر تجمع و انجام اعتراض و پراکنده شدن در حد اقل زمان است در آرژانتین دانشجویان از این تاکتیک استفاده می کردند و سعی می کردند از تجمع در یک نقطه تا پراکندگی بیش از پنج دقیقه طول نکشد گروهی که می خواهد از این تاکتیک استفاده کند باید قبلا محل یا های تجمع را شناسایی کرده باشد در این شناسایی چند نکته بهتر است در نظر گرفته شود محلی باشد که امکان اختلال در حرکت عادی ترافیک یا قطار یا پرواز و یا نمایش خوب اعتراض در آن عملی باشد راههای فرار و پراکنده شدن سریع و دور شدن از محل در دسترس باشد به همین دلیل نزدیکی به ایستگاه مترو یا اتوبوس اولویت دارد چند شعاری که قرار است مطرح شود غیر از تکرار در تجمع بهتر است روی کاغذهای معمولی هم پرینت شده و چند نفر آنها را در دست بگیرند تا در فیلم و عکس تظاهرات دیده شود این نوشته ها بهتر از صدا ثبت خواهد شد این کاغذ ها را بعد از اجرای آکسیون به راحتی می توان پاره کرد و دور انداخت تهیه فیلم و عکس از یک آکسیون مقاومت مدنی به اندازه اجرای همان آکسیون اهمیت دارد حتما یک یا دو نفر به هنگام شناسایی محل اجرای تظاهرات پراکنده باید محلهای مناسب برای تهیه فیلم و عکس را در نظر گرفته و در ساعت و روز مقرر قبلا در آن محلها مستقر شوند زاویه دوربین و نور برای تهیه یک فیلم یا عکس مناسب مهم است. در مورد نحوه تهیه فیلم یا عکس مناسب در ویدئوی دیگری صحبت شده است. حفظ امنیت فردی اهمیت زیادی دارد. حتما شرکت کنندگان در این اکسیون باید از ماسک یا عینک آفتابی به همراه کلاه یا روسری و یا تمام این وسایل استفاده کنند شجاعت شما برای انجام یک تظاهرات برقاسا قابل تحسین است اما شناسایی و دستگیر نشدن به اندازه همان شجاعت اهمیت دارد برای حفظ امنیت فردی در یک آکسیون هم لطفا به ویدئوی تهیه شده در این مورد مراجعه نمایید تداوم این آکسیون بسیار مهم است بنابراین واجب است که برگزار کنندگان این آکسیون شناسایی و دستگیر نشوند تا بتوانند هر چند روز یک بار در محلهای متنوع و متعدد این آکسیون را تکرار کنند مهم این است که نشان داده شود با سرکوب و خشونت حکومت اعتراضات قطع نمی شود و ادامه می یابد موفق باشید